خروج کردهای مسلح از شهری استراتژیک در شمال سوریه، رأس العین در کنترل نیروهای متحد ارتش ترکیه. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا پروژه خودمختاری کردستان غربی در سوریه شکست خورده؟ خبرنگار ما در منطقه از جنگ و آتش بس میگوید. مقداد فرهمند هستم از اورفا با شما. اردوغان میگوید نتیجه آتش بس هر چه شود کمربند امن را پشت مرز سوریه ایجاد خواهد کرد. از یک چهره سیاسی و نظامی کرد میپرسیم که این عقب نشینی برای کردهای ایران، عراق و ترکیه چه مفهومی دارد. همچنین در ادامه برنامه، ادامه اعتراضات در لبنان با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل 3 روزه نخست وزیر، فشار معترضان بر دولت بیشتر شد. رصد حیوان آزارها و شکارچیان غیرقانونی، پلیس سایبری ایران برای مقابله با مجرمان در سازمان محیط زیست شعبه می‌زند. راه ناهموار زنان در پیچ و خم دنیای سیاست، دروازه نهادهای سیاست ورزی چقدر بر روی زنان ایرانی و افغان باز است. و بداهه نوازی هنگ درام با بهاره صارمی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ده ها اتوبوس نیروهای کرد را از رأس العین، شهری استراتژیک در شمال سوریه، تخلیه کردند. شاید پایانی بر جنگ دوم رأس العین، وداعی سخت برای کردهای سوریه. آنها در جنگ اول وجب به وجب این شهر را از دست مخالفان بشار اسد موسوم به ارتش آزاد سوریه بیرون کشیدند. 6 سال پیش در جنگ 8 ماهه، در اوج رؤیاهای خودمختاری و برای بعضی هم استقلال. حالا ارتش ترکیه آنها را وادار به عقب نشینی کرده، نه تنها از این شهر بلکه از ناحیه‌ای وسیع، در چارچوب یک توافق آتش بس موقت. کردهای سوریه سالها با اندیشه خودمختاری منطقه خود را رژاوا نامیدند، یک سیستم خودگردان کم و بیش دموکراتیک. با این عقب نشینی ها رؤیای رژاوا نقش بر آب شده. اول میریم سراغ مهرداد فرهمند، همکارم که همین حالا در جیلان پینار است، در مرز ترکیه و سوریه و مشرف به رأس العین. مهرداد، از تازه ترین ها بگو. امروز اتفاق مهمی که افتاد رو بهش اشاره کردی، خروج در میشه گفت باقی مانده شبه نظامیان کرد از شهر رأس العین همراه با زخمی هاشون. تعداد زیادی آمبولانس در کاروانی بود که این افراد رو خارج میکردند. در این حال از طرف نیروهای سوری تحت امر ترکیه و ارتش ترکیه اعلام شده که شهر به کنترل کامل در آمده و دارن مناطق بیرونی از شهر رو برای رسیدن به اون عمق 32 کیلومتری که دولت ترکیه مورد نظرشه به گفته خودشون پاکسازی میکنند از آنچه که باقی مانده از شبه نظامیان کرد. در این حال آقای اردوغان امروز بعد از ظهر حدود 2-3 ساعت پیش سخنرانی کرد و گفت که این آتش بس 5 روزه که پس فردا به پایان خواهد رسید، نتیجهش هر چه شود، آیا اگر که ادامه بخواد پیدا بکنه با مذاکره دیگه عملیات از سر گرفته نشه، یا اینکه بخوان دوباره برگردن به سر عملیات نظامی، اون منطقه امنی که مورد نظرش هست رو به هر حال ایجاد خواهد کرد، منطقه امنی به طول 400 کیلومتر و به عرض 32 کیلومتر که البته فعلا تنها بخش کوچکی از آن به دست آمده که شامل شهرهای تل ابیض و رأس العین میشه. ارتش سوریه کجاست؟ گفته میشد که ارتش سوریه به سمت مناطقی خواهد رفت که از دست کردها خارج میشه. تقریبا در مناطقی که پشت این کمربند امن یا منطقه حائل مورد نظر آقای اردوغان هست، ارتش سوریه در اونجاها
مستقر شده، مثلا شهر حسکه که در پشت این منطقه قرار داره، اونجا ارتش سوریه هست. امروز تصاویر منتشر کردن از پایگاه آمریکایی ها که در اونجا بود و در اون منطقه بود و خالی کردن و درست در همون پایگاه الان ارتش سوریه مستقره. همچنین شهر عین العرب یا کوبانی که اتفاقا این شهر در داخل همین منطقه است که دولت ترکیه میخواد توش منطقه امن ایجاد بکنه، در اونجا هم ارتش سوریه مستقر شده. یعنی در واقع وارد، یا میشه گفت وارد مرز اون جایی شده که ارتش ترکیه میخواد که در کنترل خودش بگیره. اینکه میان ارتش های ترکیه و سوریه چه خواهد شد، اینها به نظر میرسه در ملاقاتی این موضوع حل و فصل بشه که قرار پس فردا با پایان این آتش بس 5 روزه میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بندر سوچی در روسیه اونجا انجام بگیره. در اونجا این میدونیم که موضع سوریه، موضع روسیه این هستش که ارتش ترکیه در شمال سوریه مستقر نشه، بلکه این منطقه انتقال پیدا بکنه به حاکمیت کامل دولت مرکزی سوریه و ارتش روسیه هم مستقر باشه، برای اینکه مطمئن بشه در اینجا استکاکی پیش نخواهد آمد با ترکیه. فعلا هم همین نقش رو داره بازی میکنه میان ارتش‌های ترکیه و سوریه. اینکه چطور به چه معامله‌ای برسند و چگونه بتونن که آقای اردوغان رو راضی بکنن که از این طرحی که به نظر کمی هم بلند پروازانه میاد، منطقه امنی که میخواد ایجاد کنه، چون بخش بلند پروازش اینه که میخواد در اونجا بیاد تا 2 میلیون نفر رو هم ساکن اسکان بده، تنها مسئله کمربند امنیتی نیست. اینها روز سه‌شنبه شاید مشخص بشه. و از سوی دیگه هم اینکه در اون منطقه آقای اردوغان هم طرح داره که 12 ایستگاه دیدبانی در اونجا درست بکنه و همونطوری گفتم باید به انتظار روز سه‌شنبه نشست تا ببینیم که چه تصمیمی در این زمینه از لحاظ سیاسی گرفته خواهد شد، یا اینکه قراره که موضوع به جنگ و تصمیم نظامی بکشه. وقتی جنگی در میگیره سطح تنش‌ها بالاست، پیامدهای انسانی هم داره. مشاهدات تو در اونجا از آوارگی‌ها و از پیامدهای انسانی این درگیری‌ها چیه؟ پیامدهای انسانیش رو در بخشی که به کردها مربوط میشه در این سوی مرز نمیشه دید، به این دلیل که اون کردهایی که مجروح شدند، کردهایی که آواره شدند که تعدادشون تا 270 هزار نفر آواره هم تا الان گفته شده که از این شهرهای این باریکه رفتن به مناطق عمق بیشتر خاک سوریه، مانند شهر حسکه، یا تعدادی خارج شدن اصلا از به عراق رفتن، اینها رو باید در آن سو دید. یعنی مشاهده عینی من از اینجا نمیتونم داشته باشم، چون هیچ آواره‌ای به این سو به ترکیه نمیاد. اینهایی که در ترکیه آثار انسانیش بیشتر از جانب خمپاره هایی است که از شبه نظامیان کرد به شکل بدون هدفمند و کور پرتاب میکنند به سوی خاک ترکیه. مثلا شهر نصیبین که در آن سوی قامشلی است، 300 گلوله خمپاره برخورد کرده به مناطق مسکونی و غیر نظامی. بقیه شهرها، همین جیلان پینار که من امروز اونجا بودم، به همین ترتیب 20 کشته غیر نظامی به بار اومده تا به الان، که 2 یا 3 کودک میانشون هست، از جمله یک کودک 9 ماهه در این بخش ترکیه. اما از آن سو البته خود کردها تعداد کشته شده های غیر نظامی کرد رو خیلی بیشتر از اعلام کردن، بیشتر از تعداد 20 نفری که در این سوی مرز به بار اومده. ممنونم از مهداد فرمان همکارم در اورفا که البته به تازگی از جیلان پینار، منطقه مرزی بین سوریه و ترکیه، برگشته. آری هرسین، رئیس پیشین کمیسیون دفاع پارلمان کردستان عراق با ماست. آقای هرسین حالا عضو رهبری حزب دموکرات کردستان عراق هستند از اربیل. آقای هرسین، عقب نشینی کردها از اون مناطق، مثلا از رأس العین، به معنای عقب گردی در رؤیای روژاواست یا کردستان غربی که می‌خواستند در شرق و شمال سوریه ایجاد کنند؟ در جنگ عقب نشینی به معنای شکست نمیاد. بعضی وقتا ممکنه عقب نشینی یه تاکتیک خیلی عاقلانه باشه. البته در این مورد اینطوری نیست، به خاطر اینکه اون هجومی که نظامیان ترکیه به کردستان غربی میکنند و کردند،
یعنی انقدر مکثفه، انقدر پیچیده است با وسیله‌های خیلی پیشرفته، خیلی زحمت میشه برای نظامیان یپگه در اونجا که دفاع بکنن. به خاطر همین یعنی رؤیا کوچیک نمیشه. ممکنه از نظر جغرافیایی غرب کردستان ممکنه کوچیکتر بشه، ولی از بین نمیره. خب البته اندیشه همیشه میمونه، آرزو در دل کسانی که دوست دارن کار ایجاد بکنن میمونه. منتها این فشاری که بر اون مناطق در حال وارد شدن هست، بر کسانی که وجب به وجب اون مناطق رو به امید ایجاد کردستان غربی پس گرفتند، اونها در چه وضعیتی قرار گرفتند؟ خب ما خیلی متاسفم که اینو باید بگم، ولی ما عادت کردیم به این. یعنی اگر شما نگاه بکنید نزدیک 50 سال قبل، سال 1975، همین کار رو با ما کردن دیگه. شاه ایران و حکومت البکر در بغداد با هم کنار اومدن و هر دوتاشون متفق بودن که باید شورش ایلول که ما یعنی اسمشو میذاریم در 24 ساعت اینا از بین بردن. و شما میبینید که الان یعنی در خاورمیانه این فاجعه انسانی در غرب کردستان رخ میده و تمام دنیای دموکرات اروپا و آمریکا یک صدا ازش بیرون نمیاد. خب آقای هرسین، شما به سال 1975 اشاره میکنید، توافقی که بین حسن البکر بود، اون زمان رئیس جمهوری عراق در بغداد و همینطور ایران، ولی این موضوع برمیگرده به سوریه. در اون مناطق که کردهایی که فعال بودن هیچ وقت علم استقلال طلبی رو بر نداشتن، اینها میخواستن مختاری محدودی داشته باشن در اونجا، درسته؟ مرحوم رهبر بزرگ ما، رهبر ملی ما، آقای مصطفی بارزانی هیچ وقت در اون موقع درباره استقلال کردستان صحبت نکرده بود. ما در 11 مارس 1970 با هم کنار اومدیم با دولت عراق که منطقه کردستان یک منطقه خودمختار باشه، یعنی جزی از دولت عراق، دولتی که یعنی بزرگ درست کردن ولی خب وجود داره. ما اون موقع یعنی استقلال طلب نبودیم. به خاطر همین میگم ما یعنی کم کم عادت کردیم به این بازی. آقای هرسین، وقتی شما میگید ما، یعنی شما خودتون رو جزئی از کردستانی میدونید که مربوط به سوریه است، مربوط به عراق نیست. شما الان در عراق هستید. من اینو که عرض کردم، منظورم این بود که در مدت سال 1961 تا 1975 شورش کردستان، شورش ایلول در جنوب کردستان که کردستان عراقه، ما استقلال طلب نبودیم. من منظورم اون بود. خیلی خوب، حالا اگر نگاه بکنیم به ابعاد و پیامدهای آنچه که در سوریه در حال رخ دادن هست، معنای آنچه که در حال رخ دادن هست برای کردستان عراق چه هست؟ شما خودتون هم اشاره کردید که پیوندهایی دست کم فکری و اعتقادی وجود داره بین کردهای مثلا عراق و همینطور سوریه. خب ژئوپلیتیک ما، ژئوپلیتیک کردستان، یعنی منظورم همون کردستانی که در ایران هم هست، در عراق و ترکیه و سوریه، خیلی بغرنجه، خیلی پیچیده است. مثل همون شعر سعدی، چه عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضو را نماند قرار. این از نظر معنوی کاملا درسته واسه ما، بخاطر اینکه ما عذاب میکشیم اینجا که میبینیم برادر و خواهرامون در غرب کردستان یعنی جینوساید میشن. این مردم کشی، این کاری که ارتش ترکیه در خب البته باید اضافه بکنم که دولت ترکیه این رو قبول نداره. سوال من اینه که مثلا کردستان عراق خودش تجربه استقلال طلبی رو پشت سر گذاشت، همه پرسی برگزار کرد، به جایی نرسید. یک آنچه که در شمال سوریه داره اتفاق میفته چه اثری بر اونجا میگذاره؟ من میخوام یه چیزی به شما بگم. ما مسئله استقلال طلبی رو پشت سر نگذاشتیم. ما یه دکومنتی داریم که نتیجه رفراندوم تو دستمونه، هر موقع بخوایم میتونیم یه کاری باهاش بکنیم. ولی در مورد سوال شما،
این خیلی تأثیرات میذاره از نظر اقتصادی، از نظر نظامی و حتی اومدن شمار زیادی از پناهندگان برادران و خواهران ما از کردستان سوریه به کردستان عراق که اگر یه مدتی طول بکشه دیگه ری انتگریشن یعنی بازگشت به اون منطقه خودشون از اومدن خیلی سخت میشه. به خاطر همین این به غیر از اینکه که ممکنه این روابط ما رو با کشور ترکیه که سالانه نزدیک 6-7 میلیارد دلار ما بازرگانی هست در میان کردستان عراق و ترکیه این هم از بین میره. پس بنابراین در مدت سالهایی که میاد اگر اینترنشنال کمیونیتی اگر یه برنامه ای نداشته باشی، یه برنامه واضحی برای خاورمیانه و بالعکس برای کردستان سوریه و عراق نداشته باشه، ما با فاجعه‌ای مواجه میشیم که مسئله داعش در برابر او هیچ نیست. اگر برگردیم به وضعیت کردهای مسلح سوریه در اون مناطق، با این فشارهایی که از طرف شمال داره میاد از طرف ارتش ترکیه و همینطور پیشروی ارتش بشار اسد وفادار به بشار اسد از سایر نواحی، آیا اون شیرازه سازمانی که تحت عنوان روژاوا از اون یاد میشد، نوعی حکومت محلی که ویژگی های خودش رو داشت، باقی میمونه؟ به نظر من ضعیفش میکنه، خیلی ممکنه خیلی هم ضعیفش بکنه ولی باقی میمونه. ولی شما متوجه باشید که این کشورهایی که کردستان رو استعمار کردن مثل ترکیه و سوریه هر چند مخالفتی هم با هم دیگه داشته باشن وقتی میاد سر مسئله کرد با هم متفقن. به خاطر همین من اصلا تعجب نمی کنم که سوریه و ترکیه با هم کنار بیان، به خاطر اینکه خطر استقلال کردستان یا حتی یک منطقه خودمختار با قدرت در اون منطقه وجود داشته باشه. خب همین تجربه نشون نمیده آقای هرسین که شاید کردها بهتر باشه که از اندیشه استقلال دست بکشن و در همین ویژگی ها و مختصات جغرافیایی با جوامعی که در اونجا هست ترکیب بشن؟ من کاملا با شما موافقم، ولی دوست عزیز مگر کردهای ایران چه سازمان کردستان ایران هست که بحثی با یک کلمه از تجزیه طلبی و استقلال کرده باشه؟ این دوستان در کردستان سوریه خودشون میگن اینا هیچ وقت نخواستن که یعنی یک کردستان استقلال رو تشکیل بدن، اینا خواستن در حدود در چارچوب کشور سوریه یک منطقه خودمختار باشن. متشکرم، سپاسگزارم از آقای هرسین، رئیس پیشین کمیسیون دفاع پارلمان کردستان عراق از اربیل. اما تظاهرات ضد دولتی برای چهارمین روز در بیروت پایتخت و دیگر شهرهای لبنان ادامه دارد. تظاهر کنندگان به گرانی، سیاست‌های ریاضتی و بیکاری معترضند. آنها دولت لبنان را فاسد می‌خوانند و خواهان برکناری آن هستند. سعد حریری نخست وزیر لبنان دو روز پیش به احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی این کشور 3 روز مهلت داد تا با اصلاحات مورد نظر او همراهی کنند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بازگشت تظاهرکنندگان لبنانی به خیابان‌ها برای چهارمین روز پی در پی در اعتراض به فساد دولت مردان، بیکاری و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی. تظاهرکنندگان از اقشار مختلف در اتحادی کم سابقه خواستار برکناری کل حاکمیت هستند. اینجا معترضان شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی میدهند. وقتی این صحنه رو میبینم که مردم از ادیان مختلف به خیابون میان، این خودش انرژیه. وقتی میبینم سنی، شیعه، مسیحی و در روز از همه مناطق اومدن و براشون مهم نیست از کجا میان و چرا، همه دست به دست هم دادن و این به تنهایی انرژیه. در لبنان بر اساس قانون اساسی قدرت بین اقوام و مذاهب مختلف تقسیم شده. رئیس جمهوری مسیحی، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز جمعه به همپیمانانش مهلتی 3 روزه برای اصلاحات اقتصادی داد و تهدید کرد اگر به خواستش گوش ندهند دست به اقدامی جدید خواهد زد. در رسانه ها این حرف او به استعفا تعبیر شد. حریری سنی مذهب حمایت غرب و کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد و کناره گیریش یعنی نفوذ بیشتر حزب الله و همپیمانانش.
چیزی که شاید باعث قطع کمک‌های کشورهای عربی خلیج فارس شود. دیروز از 4 وزیر حزب مسیحیان لبنان از کابینه ائتلافی کنارگیری کردند. فشاری مضاعف بر دولت. حزب تصمیم گرفته وزرایش از دولت بیرون بروند تا خواسته های ما برای دولت جدید محقق شود که با اکثر وزرای فعلی فاصله زیادی دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله از دولت فعلی لبنان حمایت کرد، اما هشدار داد افزایش مالیات به انفجار خشم معترضان می انجامد. این دور از اعتراضات به دلیل تصمیم دولت برای مالیات بستن بر روی تماس صوتی در واتساپ بود، تصمیمی که دولت از آن عقب نشینی کرد، ولی شعله خشم معترضان خاموش نشد. 37% از جوانان زیر 35 سال در لبنان بیکارند، در کشوری که یکی از بیشترین بدهی‌های دولتی در جهان را دارد. لبنانی‌های ساکن کشورهای دیگر هم با هموطنانشان اعلام همبستگی کردند. ویدیوهای اختصاصی که به دست بی بی سی فارسی رسیده، اینجا هزاران نفر را در برلین نشان می‌دهد. و جمعیتی کوچک در برابر سفارت لبنان در ورشوی لهستان. یکی از معترضان لبنانی پیش از رفتن به تظاهرات امروز در بیروت گفت مردم لبنانی جدید با دولت مردانی متفاوت می‌خواهند. اونجا همه متحدن، مردمی که اونجا مسلمان، مسیحی، سنی و شیعه هستن، اما با هم متحدن و میخوان دولت کنارگیری کنه. یه اصطلاح تو عربی هست که میگه همه یعنی همه. البته نارضایتی لبنانی ها از وضع موجود فقط به آتش زدن تایر ماشین ها و بستن خیابان ختم نمی شود. معترضان به تغییر امیدوارند و امیدشان را اینطور نشان می دهند. پرهام قبادی، BBC. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از شهر لیدز با ما هستند. آقای شاهی، آنچه که در تظاهرات لبنان دیده میشه آدم رو بیاد آغاز یا جرقه بهار عرب میندازه، همون شعارها و همون مشکلات. آیا یک نسیم دیگه مشابه آنچه که اون سالها شروع به وزیدن گرفت رو شاهد خواهیم بود؟ البته پیشبینی خیلی سخته، ولی من بعید میدونم که اتفاقاتی که امروز داره در لبنان میفته مشابه باشه به اتفاقاتی که در سال 2010 و 2011 در کشورهای مثل مصر و تونس افتاد. به نظر میاد که دلیل و ریشه اصلی این تظاهراتی که ما در روزهای گذشته مشاهده کردیم در لبنان اقتصاد هست. همینطور که گزارشگر خودتون به درستی اشاره کرد، میزان قرض دولت و بدهی دولت از کنترل خارج شده. امروز بدهی دولت تقریبا به 86 میلیارد دلار رسید، یعنی 150% در واقع جی دی پی، یعنی تولید ناخالص کشور. فقط در سال گذشته 30% از در واقع ذخایر بانک مرکزی لبنان کاسته شده. و با در نظر گرفتن این شرایط بسیار سخت اقتصادی، دولت چاره ای نداره که سیاست‌های ریاضتی و مالیات‌های سنگین‌تر رو اعمال بکنه، و این دقیقاً اون مسئله هست که خشم و نگرانی معترضین لبنانی رو به وجود آورده. و خب معترضین لبنانی هم نسبت به مسائل اقتصادی شاکی هستن و در این حال هم این مسئله رو اشاره می کنند که دولت ناتوان هست، دولت ضعیف هست و کشور به یک سری در واقع اصلاحات عمیق و ساختاری سیاسی و اقتصادی نیاز داره. لبنان جامعه چند پاره است و قدرت هم بین بخش‌های مختلف تقسیم شده. این اعتراض‌ها بیشتر به نفع یا زیان کدام یکی از این بخش‌ها و بدنه اصلی قدرت تموم میشه؟ شما اگر که به شعارها امروز توجه کرده باشید یا در روزهای گذشته توجه کرده باشید، می‌بینید که علی‌رغم خیلی از تظاهرات‌های دیگه که ما در سال‌های گذشته مشاهده کردیم در لبنان، این شعارها ریشه فرقه‌ای و طایفه‌ای یا حتی طبقاتی نداشتند. تقریبا هیچ رهبر سیاسی لبنانی در چند روز گذشته در امان نبوده و معترضین تقریبا تمام احزاب سیاسی و کل این در واقع نظام ائتلافی رو هدف قرار دادن. و ما دیدیم که آقای حسن نصرالله هم در واقع واکنش نشون داد، اما واکنش حسن نصرالله بسیار محافظه‌کارانه بود، گرچه که یک سری پیش شرط هایی رو ایشون
بهشون اشاره کردن که اگر که دولت این سیاست‌های مالیاتی سنگین رو در واقع ادامه بده، مجبور میشه که در واقع از اعتراضات مردمی دفاع بکنه. اما در عین حال از تمامیت دولت دفاع کرد و گفت که تغییر دولت به جز و هدر کردن چیزی نیست. اما خب این را هم ما نباید فراموش بکنیم که هیچ کس به اندازه نخست وزیر لبنان امروز در مضیقه نیست و تحت فشار نیست. ایشون در واقع یک پروژه 3 روزه داده و گفته تا زمانی که در واقع شرکای دولتیش دست به دست هم ندن که ما بتونیم در واقع یک سری اصلاحات ساختاری رو اعمال بکنیم، وضعیت متاسفانه بهتر و بهتر نمیشه و بعضی ها حتی انتظار این رو دارن که اگر این اعتراضات ادامه بده شاید آقای سعد چاره‌ای نداشته باشه جز اینکه استعفا بده. ممنونم از افشین شایی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد از لیدز با ما. پلیس ایران میگوید قصد دارد برای مقابله با حیوان آزاری شعبه ای را برای پایش جرم‌های محیط زیستی و برخورد با آنها راه بیندازد. وحید مجید رئیس پلیس سایبری ایران موسوم به پلیس فتا گفته سازمان محیط زیست ایران همین حالا هم در فضای مجازی حیوان آزاری را رصد می‌کند، ولی پلیس بنا دارد این کار را تخصصی تر کند. در سالهای اخیر و با توسعه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران تصاویر و گزارش‌هایی از موارد حیوان آزاری منتشر شده که در مواردی واکنش مسئولان را هم برانگیخته. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان با این توضیح که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان آزاردهنده باشد. اینو میگن خر، علاقه میگه خر. یکی از موارد حیوان آزاری در ایران، بهشهر، استان مازندران، ماه پیش. جوانی در این ویدیو گوشهای الاغی را می‌برد. به دلیل آزاردهنده بودن تصاویر، بی بی سی قادر به پخش همه آنها نیست. این تنها یکی از موارد حیوان آزاری در ایران است. بارها فیلم‌هایی از این دست در فضای مجازی منتشر شده. بعضی وقت‌ها خبری از پیگیری ماجرا نبوده و گاهی هم اعلام شده که عامل یا عاملان ماجرا دستگیر شدند. نیروی انتظامی شهرستان با تشکیل اکیپ ویژه‌ای در بحث دستگیری متهم اقدام کردند که ایشان با همکاری خوبی که دادستان محترم شهرستان با نیروی انتظامی داشتن، نیروی انتظامی شهرستان موفق شدند در کمتر از 12 ساعت مخفیگاه متهم رو شناسایی بکنند. مدافعان حقوق حیوانات میگویند باید کاری کرد. تجمع‌های اعتراضی هم کم برگزار نکردند. بعضی وقت‌ها مسالمت‌آمیز بوده. حامی حیوانات دارن میبرن. و زمانی هم عده‌ای بازداشت شده‌اند. حالا پلیس سایبری ایران فتا گفته می‌خواهد برای مقابله با حیوان آزاری آستین‌هایش را بالا بزند. شعبه ای از پلیس فتا با هدف پایش و برخورد با جرایم محیط زیستی در فضای مجازی در سازمان محیط زیست راه اندازی می شود. فیلم های مربوط به حیوان آزاری در فضای مجازی بلافاصله از سوی پلیس فتا رصد می شود. رئیس پلیس فتا البته توضیح بیشتری در این مورد نداده. مثلا نگفته آیا همکاری با سازمان محیط زیست شامل هر نوع حیوانی اعم از وحشی و اهلی می شود یا نه. مدتی می شود که بحث قانونمند کردن مقابله با حیوان آزاری مطرح است. حدود 3 سال پیش لایحه‌ای در دولت 11 تدوین شد. بر اساس این لایحه شکنجه و آزار، حبس کردن، ناقص کردن اعضا و شکنجه و رهاسازی بی‌ضابطه از جمله مصادیق حیوان آزاری قلمداد شد. تنها راه حل اینه تو جلسات ما هم بحث شد اگر دولت تأخیر بیشتر داشته باشه ما بتونیم در صورت این موضوع رو با تر بتونیم موضوع رو حل بکنیم. تیر ماه پارسال بود که نمایندگان مجلس گفتند این لایحه هنوز به آنها ارائه نشده. چند ماه پس از آن سازمان محیط زیست از نهایی شدن و ارائه لایحه به مجلس گفت. حدود 1.5 ماه پیش هم 100 نماینده طرحی را در این زمینه به مجلس دادند. فعلا اما نه لایحه دولت به جایی رسیده نه طرح مجلس. بعضی از اقدام پلیس فتا استقبال کرده اند. از جمله گفتند کوشش های حامیان حیوانات توانست توجه سازمان های مختلف را جلب کند. اما بعضی هم معتقدند برای مقابله با حیوان آزاری به جز اقدام پلیس به فرهنگ سازی بیشتر هم نیاز است. فیروزه اکبریان، بی بی سی.
اسماعیل کهرم کارشناس مسائل زیست محیطی از تهران با ما هستن. آقای کهرم، این سامانه چقدر راه حله؟ من خیلی خوشحالم برای این مژده گر جان فشانم رواست. در مقابل بی تفاوتی دستگاه‌های دولتی و به جوش آمدن خون هموطنان ما به خاطر این ظلم‌هایی که به حیوانات روا میشه، بالاخره تصمیمی از طرف قوه مجریه و گروه انتظامات گرفته شده که با همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست جلوی این جنایت‌ها رو بگیرن. ملاحظه بفرمایید جناب موسوی، این پهنه سیستم های مجازی یه صحنه شده بود برای جنایتکاران منحط که بیان شجاعت خودشون رو با کشتن و مسله کردن حیوانات نشون بدن. مثلا در سمیرون یه نفر یه ماده خرسی رو کشت و بعد جلوی دوربین با فخر و مباهات فراوان طوله این رو هم با چاقو تیکه تیکه کرد. از این نمونه ها هر کس میخواست رو دست دیگری بزنه، درست مثل این که میخواستن رکورد بشکنن. بنده تصور میکنم یه همچی اقدامی موجب خواهد شد که لااقل اینها با اون گستاخی خودشون نشون ندن. یه نفر اومده بود 15 بال فلامینگو رو جلوی اتومبیلش با نمره باز کشونده بود و اینها به خون کشیده شده بودن و جلوی اینها رژه میرفت. این گونه رفتارها لااقل متوقف خواهد شد. آقای کهرم، در گزارش هم اشاره مختصری شد، تا چه اندازه در فرهنگ عمومی رعایت حال حیوانات در نظر گرفته میشه؟ مسئله چقدر فرهنگیه؟ ببینید، ما در مملکتی هستیم که میازار موری که دانه کش هست فرهنگ ماست. ما در مملکتی هستیم که به قول علامه طباطبایی میگفتش که در اسلام یک نفر که از جانوری مراقبت میکنه 34 یا 35 حق اون حیوان به گردنش داره، شک از بنده است. بنابراین زمینه های فرهنگی و مذهبی وجود داره، منتها این عده منحط هستن که بیشتر جلب توجه میکنن. خدای نکرده تصور نشه که اکثر ایرانی ها چنین رفتاری دارن. در بریتانیا هم RSPCA هست که جلوگیری میکنه از خشونت و رفتارهای ناخوشایند نسبت به حیوانات، ولی باید در نظر گرفت تعداد کمه ولی اثرشون بسیار بسیار ماندگار و تاثیرگذار. این جریان آدمی که در مازندران اومد گوشهای یک خر رو برید، بنده در اروپا دیدم، به قدری مشمئز کننده بود که باور بفرمایید که مطبوعات اون کشوری که بنده اونجا بودم هم این رو منعکس کرد. حالا چه برسه بنده ایرانی که از مشاهدش واقعا حالم به هم خورد. ممنونم از آقای کهرم، اسماعیل کهرم از تهران با ما. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا ماه فوریه امسال زنان تنها حدود 24% از کل مجالس کشورهای دنیا حضور داشتند که این نسبت به آمار 11.3% سال 1995 رشد بسیار کمی محسوب میشه. اما در همین آمار اندک هم زنانی هستند که دست از تلاش نکشیدند تا بتوانند وارد دنیای مردانه سیاست بشن. امشب نگاهی میکنیم به تلاش چند نفر از اونها و از زبان خود آنها میشنویم که چه چالش هایی پیش روی زنانی است که میخواهند در دنیای سیاست تاثیرگذار باشند. فرین تقی‌زاده با چند نفر از اونها صحبت کرده. ما مریم سما هستم، نماینده مجلس، البته از ولایت کابل، 27 سال سن دارم. اسم من شبنم نسیمی هست، سن من 29 ساله، در لندن زندگی میکنم و
عضو حزب محافظه‌کار هستم. من مهدی گلرو هستم، فعالیت دانشجویی داشتم و الان خودم رو یک فعال حوزه زنان میدونم. الگوی زیاد داشتم در زندگی خود. الگوی خانوادگی به مادر خود، مادر جانم هست که چالش های زیاد داشته در زندگی خود. پناه آوردن به کشور نو بسیار سخت است، از زندگی نو ساختن و حمایت از من و خواهر و برادر من همیشه کرده که در تحصیل، در کار پیشرفت کنیم و کامیاب باشیم. الگوی سیاسی من مارگرت تاتچر همیشه بوده از حزب محافظه‌کار. اونا در یک دنیای مردانه جای پیدا کردن و پای خود محکم گرفتن که زنم میتونه رهبر باشد و همیشه از اونا من یاد میگیرم، مطالعه کردم کتابایشان و همچنان میخوایم خانما در مناطق دیگه دنیا مخصوصا افغانستان هم قوی محکم رهبری کنن. اولین روزی که وارد پارلمان شدم هم حس امید داشتم به این که میتونیم تغییرات زیادی را وارد بکنیم، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از جوانان راه پیدا کردن این دور در پارلمان و هم ترس و یک بار سنگینی که مطمئناً میتونه مسئولیت بیشتری را ایجاد بکنه. اگر شما خواسته باشین که در جامعه، البته این دیدگاه من است، تغییر اساسی وارد بکنین، شما باید بخشی از قدرت باشین، شما باید قدرت داشته باشین تا اینکه صلاحیت بیشتر داشته باشین و در تصمیمات عملا شریک بشین تا اینکه بتونین تغییری را وارد بکنین. نیمی از جامعه ایران رو زنها تشکیل میدن، اما توی مجلس شورای اسلامی میبینیم که اینطور نیست، توی کابینه میبینیم که اینطور نیست، توی خیلی از تو شورای شهر میبینیم اینطور نیستش. به عنوان مثال توی کمپینی که ما تشکیل داده بودیم به نام تغییر چهره مردانه مجلس، خیلی تلاش میکردیم که زنها بیان کاندیدا بشن، اما با یه مسئله مواجه بودیم به نام اینکه خیلی اوقات زنها خودشون هم باور نداشتن که میتونن بیان کاندید بشن و توانایی رو دارن که بیان کاندید بشن و این امکان رو دارن و این توانایی رو دارن که توی مبارزه سیاسی با مردها قرار بگیرن. یه جور انگار این اعتماد به نفس رو هم ندارن زنها، که خب به واسطه این تربیت، به واسطه این فرهنگیه که شکل گرفته، به واسطه عرفیه که وجود داره. این واضح است که اشتراک زنها در سیاست و در جامعه در بریتانیا بسیار زیاد است و مقایسه با کشورهای دنیا، اما این معنا نداره که چالش هنوز وجود نداره. و هدف ما از طریق 50-50 پارلمان کمپین این است که خانما و دخترایی که از اقلیت‌های و قوم‌های مختلف دگام هستن، اونا همچنان در سیاست و در جامعه اشتراک کنن. مهمترین بس خودباوری هست. تا ما زنان به خودباوری نرسیم و نقطه مشترک منافع همدیگر رو پیدا نکنیم، یعنی به همدیگر کمک نکنیم و آگاهی ما رو بیشتر بالا نبریم، بیشتر نخوانیم و دوچند آن چیزی که معمول هست، یعنی آن تلاش معمولی که هست نداشته باشیم، مطمئناً جدی گرفته نمیشیم. او چیزی که من یاد گرفتم این هست که من هیچ وقت منتظری نماندم که حق مرا کسی بده. من همیشه دنبال این بودم که خودم حق خدا بگیرم. گزارش بود از همکارم فرنه تقی‌زاده. اینجا در استودیو آزاده پورزن پژوهشگر حقوق بشر با ما هستند و همینطور سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما. سوال اول رو از خانم سمر میپرسم. خانم سمر، شما در فضایی از در حقیقت فعالیت کردید، کار کردید، نه امروز دیروز، شاید سالها قبل، که حتی تصور وارد شدن زنان به مراکز تصمیم گیری آسان نبود. مهمترین مشکلی رو که شما تونستید برش غلبه بکنید چی بود؟ سلام به شما، سلام به بیننده‌های محترم تلویزیون بی بی سی. میخوایم از اجازه بدین که اول همدردی عمیق خود و قربانیان جنگ در سراسر دنیا و خصوص و قربانیان جنگ در افغانستان و حادثه دیروز در جلال آباد ابراز بکنم. البته من امور رقمی که شما گفتین 40 سال است که در مبارزه هستم، در سیاست هستم تقریبا. در وقتهایی که من شروع کردم کار در سیاست شرایط بسیار سخت بود.
چیزی که مرا تونست سرپای مستاد بکنه اعتماد به نفس بود و تعهد خود ما بود برای مبارزه. مشکلات بسیار جدی در جریان حوادث در جریان امی سالهای جنگ در افغانستان ما بهش مواجه شدیم، به شمول تکفیر کردن و به شمول اهانت‌های بسیار زیاد، متهم کردن به مسائل دیگه. اما ما مقاومت کردم به خاطر از اینکه میخواستم که نشان بدم که ما زنها میتونیم کارهای مثبت را انجام بدیم. خانم سمر، موانع زیادی بوده. سوال من این بود که به نظر شما بلندترین مانع کدوم بوده؟ مثلا مشکلات قانونی بوده، سنت ها بوده، محدودیت های دینی بوده، یا تلقی خاصی از دین که شما اشاره کردید تکفیر شدید؟ کدام مورد بزرگترین مانع سر راه شما بوده؟ بزرگترین مانع وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان بوده، به خاطر از اینکه وضعیت سیاسی اجتماعی افغانستان، ما در حالت جنگ بودیم و در حالت جنگ خود ناامنی انسانی و به خصوص که ناامنی که باعث محدودیت کارهای زنان میشه، باعث ایجاد چالش در مقابل کارهایی که من انجام میدادم شده بود. ولی من میخواییم بگویم که با تمام همی چالش هایی که وجود داشته در رابطه با سفر کردن و حتی آزادی بیان و یه تمام مسائل در گشت و گذار و اینا، من تانستم که تصمیم را که گرفته بودم به او موفق شوم و نایل بیایم و کارهایی را که اراده کرده بودم انجام بدم. شما در سطح بین المللی حالا شناخته شده هستید خانم سمر. خانم پورزند، خانم سمر 30-40 سال پیش وقتی میگن شروع کردن بسیار جهان متفاوت بود، حالا چقدر آسانتر شده حضور زنان در عرصه های سیاسی، در جاهایی که میشه تصمیم گرفت، تصمیم ساز بود، مؤثر بود؟ من فکر می‌کنم خب خیلی آسون بودن یا دشواری حضور زنان بستگی به در واقع جایی هست که راجبش حرف می‌زنیم، کشوری هست یا سیر تاریخی تحول اون کشور یا اون منطقه هستش. اگر بخوایم مثلا در مورد کشورهای پیشرفته‌تر صحبت کنیم که همچنان همونجوری که خود شما هم اول اشاره کردین، حتی در کشورهای پیشرفته ما شاهد این هستیم که با وجود تمام سعی و تلاش‌های که شده، همچنان سهم زنان در مشارکت سیاسی در پست‌های بالا به خصوص خیلی قابل مشاهده نیست و جای پیشرفت داره. بنابراین میتونیم بگیم که خیلی همچنان حتی در کشورهای پیشرفته زنان روبرو هستن با مشکلات بسیاری که مثلا میگم اگر مثلا موانع ساختاری یا حقوقی از مشکل نباشه براشون، خیلی وقتا سیستم مرد سالارانه هستش و مسائلی از این قبیل که مثلا تقریبا همه جا چنین مشکلاتی هست. بذارید من یه مقداری موضوع رو متمرکزتر بکنم. شما مادرتون یک وکیل بسیار شناخته شده هستن، پدرتون یک فعال سیاسی بودن، یک شخصیت بسیار شناخته شده بودن. برای شما چقدر فضا مساعد بوده که وارد جاهایی بشید که از نظر سیاسی تصمیم گیر هستند، حلقه های سیاست ورزی؟ اگر خب از کشوری که ما ازش میایم ایران بخوایم صحبت کنیم، یک مسئله‌ای که پیش میاد که به نظرم اینجا جای درستیه این بحث باز کنیم در موردش، اینه که تساوی جنسیتی وقتی واقعا تساوی هستش که این در واقع بحث در هم تنیدگی یا اینترسکشنالیتی درش باشه. بنابراین مثلا در کشوری مثل ایران اگر شما بگین که تساوی جنسیتی هست ولی زنانی که خب نزدیکترن به بخش حاکم فقط میتونن وارد مثلا مجلس باشن یا از فیلترهای مختلف بگذرن، پس بنابراین شما در مورد یک تساوی واقعی صحبت نمی‌کنی. پس بنابراین تساوی واقعی وقتی که از نظر عقیدتی، از نظر قومی، از نظر مذهبی، از نظر نژادی بتونید راه پیدا کنید به مناسب قدرت که بتونید در واقع مناسب قدرت رو به چالش بکشید. صحیح. در مورد من با وجود اینکه خب از خانواده میومدم که امتیازهای بسیاری داشت، اگر می‌خواستم در کشور خودم بمونم به هیچ کدوم از اینها دسترسی نداشتم.
داشتم به دلیل اینکه خب برای کسی مثل من جایی نبود که وارد حیطه قدرت سیاسی بشه. شما هم بیشتر دگراندیش بودن با در 30-40 سال اخیر با فضای حاکم موافق نبودن در ایران. خانم سمر، شما اگر بخواید از تجربه خودتون بگید به یک فعال سیاسی زن که در آغاز کار هست چه توصیه میکنید؟ به این دلیل سوال از شما میپرسم که شما تجربه تکفیر شدن رو هم دارید و هم تجربه این رو دارید که در جایگاه‌های بین المللی به عنوان یک زن مسلمان بعضی ها نگاهشون به عنوان یک الگو به شما بوده. تشکر شما. من فکر میکنم که توصیه ما بر زنان جوانی است که به هر صورت ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم و خود ما باور داشته باشیم که برابر مردها ما میتونیم کار را انجام بدیم. وقتی اراده قوی داشته باشیم و تصمیم قاطع داشته باشیم، ما حتما به او به هدف خود میرسیم. در کشورهای در تمام دنیا البته مردا حاکم هستند و فضای مردسالاری در تمام جهان و سطوح مختلف حاکمیت داره. در کشورهای مثل افغانستان یا کشورهای همجوار افغانستان اینا متاسفانه مردسالاری حاکمیتش فوق العاده زیاد است. ما اگر اعتماد به نفس داشته باشیم و اعتقاد به این داشته باشیم که ما میتونیم تغییرات را ایجاد بکنیم، ما میتونیم که در مقابل اینا نابرابری ها و در مقابل تبعیضات استادگی بکنیم، حتما ما استاده میشیم و موفق میشیم. خب خانم سمر، جای شک نیست که ما دوست. مشکلات بسیار میتونیم با مشکلات بسیار مواجه میشیم، ولی کار ناممکن نیست. صحیح. من تا یک نکته من می‌خواستم اینجا از شما بپرسم. به هدف برسیم. شما رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بودید در افغانستان. حمایت سیاسی و حمایت تدارکاتی خوبی از شما میشد. در کشوری که بسیاری از فعالان سیاسی نامشون با نقض حقوق بشر گره خورده و جامعه هم مردسالار هست، تا چند اندازه تونستید اونها رو حساب ده بکنید؟ تا چند اندازه تونستید خود شما گریبان اونها رو بگیرید به عنوان یک زن فعال حقوق بشر با کارنامه روشن؟ البته میخواییم بگویم که بسیار حمایت سیاسی فوق‌العاده و حمایت مالی فوق‌العاده از کمیسیون حقوق بشر نشده. با تلاش هایی که قربانی هایی که همکارایم در کمیسیون مستقل حقوق بشر داده و مقاومتی که خود ما کردیم در مقابل نابرابری ها و ناملایمت ها ملایمت هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، ما تانستیم به دستاوردهای بسیار خوب داشته باشیم. البته می خواهیم بگویم که در جامعه افغانستان که کلمه حقوق بشر کس استفاده کرده نمیتونست، حال تبدیل شده به یک گفتمان در خانواده ها. ای یک کامیابی است. حتی مخالفین مسلح حکومت افغانستان یا طالبا و نیروهای بنیادگرای دیگه که در مخالفت بسیار قاطع و جدی ارزش‌های حقوق بشری استاد بودن، حالا از کلمات از حقوق بشر یاد میکنن و از او استفاده میکنن و به نظر من یک دستاورد بسیار کلان است. من فکر میکنم که ایجاد نهادهای ملی مستقل حقوق بشر در افغانستان میتونه نمونه خوب باشه در کشورهای دیگه که در حال منازعه است یا در وضعیت افغانستان قرار داره. بسیار خوب. خانم پورزند، نگاه ما در این فصل از صدزن به آینده هم هست. از نظر شما چقدر جهانی که در اون رهبران زن بیشتر از شرایط فعلی باشند جهان متفاوتی خواهد بود؟ من فکر میکنم که خب همونطور که اول صحبتم گفتم، اگر تساوی جنسیتی ما داشته باشیم تازه انگار کار ما شروع شده که وارد مرحله‌ای بشیم که زنها هم که نیمی از جمعیت جهان هستن بتونن دخیل باشن در تصمیم گیری ها. به طور مثال میگم، گفته میشه که زنان اگر در مذاکرات صلح دخیل بشن احتمال پایداری صلح بیشتر خواهد بود. یکی از دلایلش اینه که زنان بر اساس تجربه‌ای که کارشناسان میگن اینه که از جهات مختلف نگاه میکنن به صلح و به جنگ و فقط این نیستش که تنها قربانی جنگ باشن. درسته که خیلی وقتا قربانیان بسیار از جنگ ها بیشتر زنها هستن در دراز مدت اگر نگاه کنین، ولی در وقتی که پای میز مذاکره میشینن در نقش های مختلف خودشون میتونن نقش آفرینی بکنن که مردها به تنهایی نمیتونن این کار بکنن. یا در مورد توسعه پایدار، اگر که توسعه بدون حضور
زنان و در واقع گروه هایی باشه که بهشون تبعیض شده در طول تاریخ، نمیتونه اون توسعه پایدار باشه. بنابراین آینده جهان به نظر من خیلی نگران کننده خواهد بود بدون حضور حداقل 50% زنان در سیاست. ممنونم آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر اینجا در استودیو با من، و همینطور سیما ثمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما. و اما الهام پرنیان حیدری، اولین داور زن در تاریخ کشتی ایرانه. او برای رسیدن به این مرحله با تبعیض‌های جنسیتی زیادی مواجه بوده. او در سال 2009 میلادی به کانادا مهاجرت کرد و به گفته خودش به دنبال علاقه اصلیش، یعنی کشتی، رفت و با شرکت در کلینیک‌های داوری وارد دنیای داوری کشتی شد. الهام حیدری در گزارشی که کاوه مشکات تهیه کرده از داستان علاقه خودش به کشتی و ورودش به این رشته ورزشی میگه. قبل از اینکه داوری رو شروع کنم، خب با کشتی غریبه نبودم. من یادم بیاد که هر سال از زمانی که بچه بودیم شهریور ماه منتظر بودیم مسابقات جهانی کشتی شروع بشه، بشینیم پای تلویزیون. میگم فراتر از علاقه بود، به خاطر اینکه دایه من کشتی ها رو تحلیل میکرد، کشتی ها رو خیلی قشنگ از یه نگاه متفاوتی میدید، این نگاه رو من منتقل کرده بود. و من در واقع در فهم و تحلیل کشتی خیلی قبل‌تر از این که داور کشتی بشم، در واقع فکر میکنم توانایی اینو داشتم که کشتی رو بفهمم. در فهم کشتی هیچ مشکلی نداشتم. خب یکی از آرزوهام واقعا بود که کشتیگیر بشم، ولی خب نشد. ولی فکر کردم که میتونم حداقل با داوری کشتی جبران کنم. حدود سال 2012 بود که تصمیم گرفتم برم دنبال آرزو، و آرزوی من این بود که فراتر از تئوری و فراتر از حرف به خودم ثابت کنم که من کشتی رو دوست دارم. میخواستم بر ترس هام غلبه کنم، به آرزو هام برسم. اون روزی که درجه ملی رو گرفتم، دقیقا یاد روزی افتادم که اولین بار روی توشه کشتی سوت زدم. یاد تمام اون استرس ها، هیجانات و تمام اون مسیری که اومدم. من فکر میکنم توی رسانه خودم، توی رادیو سطح کشتی، تلاشم این بوده که از این دید نگاه کنم که ما برای رسیدن به سکو موانع خیلی بزرگی رو باید پشت سر بذاریم و همه چیز نتیجه نیست، همه چیز مدال نیست، همه چیز نفر اول بودن نیست. ما باید راه رسیدن به سکو رو بارها تمرین کنیم، بارها از موانع بگذاریم تا ارزش اون کاری رو که به دست میاریم، نتیجه رو که به دست میاریم بدونیم. افسانه‌های آهن مچه‌هایی از رشیدوف گرفت که منجر به بیرون رفتن رشیدوف از تشک کشتی شد، و در واقع رشیدوف کاملا روی کور رفت و دو امتیاز داشت و داور وسط دو امتیاز رو داد. یک جور وظیفه شده برای من، یعنی یک جور قرارداد با خودم هست که باید هر سال مسابقات جهانی یا المپیک رو حضور داشته باشم. شخصا خودم رو توی مسابقات می‌بینم در واقع با چالش های زیادی روبرو میشم، با مخالفت ها رو میبینم، برخورد ها رو میبینم، و من فکر میکنم با توجه به تجربه ای که از حضور در مسابقات داشتم، بزرگترین مانع رو در جهت پیشرفت، حالا نه فقط خودم، هر زنی در زمینه ای در رشته ای مثل کشتی، من مانع فرهنگی میدونم. کافیه، یعنی شما یک زن و یک مرد رو بزنیم که در مورد یک موضوع یا یک مسابقه بخوان تحلیل کنن، هر دو دانش کافی و یک اندازه داشته باشن، ولی همین که شما زن باشین سریع بهتون شک میکنن که آیا تحلیلتون درسته، آیا دانش کافی برای این کار داریم. ا
الهام پرنیان حیدری بود، اولین داور زن در تاریخ کشتی ایران. و اما پایان بخش برنامه امشب تماشای هنرنمایی بهاره صارمیه که در استودیو با ساز هنگ درام برای شما آهنگ میزنه. خانم ها آقایان، بهاره صارمی.